آرش حسنی ها روزنامه نگار اقتصادی از پراگ با ما همراه میشه. آقای حسنی ها در مورد میزان رشد اقتصادی ایران در سال گذشته با توجه به برنامه هایی که گذاشته شده بود، تعیین شده بود، در حقیقت شاید بشه به همون بیت شعر برای اون اقتصاد دستوری اشاره کرد، چه وضعیتی رو داریم؟ خب همونطور که شما هم در خبر اشاره کردید، این نرخ رشد 8% سال هاست، بیشتر از یک دهه است که سال به سال در بودجه های سالانه، در اسناد بالادستی مثل برنامه های توسعه و همینطور چشمانداز 20 ساله آمده و هرچقدر که بیشتر بر اون تاکید میشه کمتر نتیجه گرفته شده، برای اینکه خب الزامات این رشد برقرار نیست. در سال 1401 هم قرار بر این بود که رشد اقتصادی ایران رشد 8% باشه، اما بر اساس دو گزارشی که از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی داریم، رشد های 9 ماهه این رشد کمتر از 4% بوده. شما هم بهش اشاره کردید که کمتر از نصف رشد 8% هدف گذاری شده محقق شده. در گزارش مرکز آمار ایران این رشد در حدود 3.2% برای 9 ماهه بوده. اگر بخوایم پیش بینی بکنیم که مثلا در زمستان سال گذشته چه اتفاقی افتاده و در نهایت رشد اقتصادی سال چه رقمی خواهد بود، با توجه به قطعی هایی که در تحویل گاز داشتیم به صنایع مختلف، تعطیلی های اجباری صنایع نیروگاه ها و همینطور قطع اینترنت به دلیل سرکوب اعتراض هایی که در خیابان ها بود و بسیاری از مشاغل رو به تعطیلی رفتن به خاطر قطعی اینترنت و همینطور نابسامانی هایی که در بازار ارز در زمستان شاهد بودیم، احتمالاً نرخ رشد فصل زمستان نرخ کمتری حتی از سه فصل اول خواهد بود و در نهایت اون پیشبینی بانک جهانی که رشد اقتصادی ایران رو در معادل سال 1401 2.2% در نظر گرفته، احتمالاً با همین نرخ یا عددی در حدود 3% به پایان خواهد رسید که باز با نرخ 8% که در سال آینده هم کماکان در دستور کار هست فاصله بسیاری داره. دلایلش هم خب روشن، بخشی از این دلایل اقتصادی است و بخش عمده ای از این دلایل دست نیافتن به رشد 8% مورد نظر که دیگه تبدیل به حسرت برنامه ریزان در اقتصاد ایران شده، غیر اقتصادی و از فضای سیاسی تحمیل میشه. آقای حسنی، به صحبت های امروز خامنه‌ای هم بپردازیم، هم به صحبت هاش هم به پیام نوروزیش که باز هم شعارهای اقتصادی برجسته ترین نکاتی بود که بهش گفت، سال رو اصلا به نام سال مهار تورم نامگذاری کرد. این نامگذاری ها رو چطور میبینین اساسا؟ خب نکته جالب توجه این هست که دو دهه است تقریبا موضوعات اقتصادی بیشترین تواتر رو داره در این نامگذاری ها و در این شعارهایی که هر سال انتخاب میشه و از قضا شاید ناموفق ترین حوزه در میان حوزه های مختلف همین حوزه اقتصادی باشه، کما اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم در همین سخنرانی اذعان و اعتراف کرد که به رغم اینکه اصرار شده بود بر افزایش رشد تولید، بر رشد 8% تاکید شده بود، رشد اقتصادی دهه 90 که دهه گم شده یا دهه فراموش شده اقتصادی ایران نام گرفته، عددی کمی بالاتر از 0% بوده و بسیار بسیار ناچیز بوده، تا اونجا که حتی سال گذشته در سال گذشته در سال 1400 گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه اذعان میکرد که اگر 6 سال مداوم رشد 8% اقتصادی ایران داشته باشه، که خب اتفاق نیفتاد و اتفاق نخواهد افتاد با وضعیت موجود، تازه اقتصاد ایران به سال 96 برمیگرده. چیزی که قابل نقد هست و قابل مشاهده هست این هست که آقای خامنه‌ای مسئولیت خودش رو در این عدم تحقق اهداف هدف گذاری شده برای نرخ رشد اقتصادی در نظر نمیگیره. به اذعان تقریبا تمامی فعالان اقتصادی، آن چیزی که یکی از دلایل مهمی که مانع از تحقق رشد بالا و رشد مستمر در اقتصاد ایران میشه، وضعیتی است که در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل رقم خورده که از قضا به طور مستقیم با حوزه مسئولیت و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی درگیر هست و نمیشه از دولت‌ها انتظار داشت که رشد 8% رو بدون رعایت الزامات و فراهم کردن الزامات اون فراهم بکنن. نمیشه با رفتار مثلا شورای نگهبان در حوزه نظارت استصوابی با یک گروه کوچکی از سیاستمداران و اقلیتی در مجلس و دولت کشور رو اداره کرد، با وضعیت سرمایه اجتماعی موجود که با سرکوبی و اعتراض‌ها همراه هست و همینطور وضعیت آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، نمیشه مشارکت مردم رو داشت در حوزه اقتصاد و اون وقت انتظار داشت که رشد اقتصادی مستمر و سریع اونطور که آقای خامنه‌ای بهش اشاره می‌کنه رقم بخوره یا تورم پایین رو شاهد باشی. بدین ترتیب به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای انتظاراتی رو داره در حالی که بخشی از اون رو باید خودش و مجموعه‌های زیرمجموعه خودش محقق بکنند، اما نه اراده‌ای هست و نه عزمی هست و از قضا
میاد کاملا متناقض با این توقعات و انتظارات اون مجموعه ها رفتار میکنن، در نهایت نقش مطالبه گری رو ایفا میکنه به عنوان کسی که این مطالبه رو داشته و این دولت ها بودند که ناتوان از چنین نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم پایینی بودند و نتوانستن این انتظارات رو برآورده بکنن. سپاسگزارم از شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما.